خب، با درود و سلام به همه شما، که البته اینها یک سری پیام های صوتی بود. این چهارمین پیام من هست که پیشتر به گونه صوتی بود و این چهارمی رو من حالا پخش زنده هست هم در پیوند با این نامگذاری سال که طرحی بود از سوی خودم و رهبر جمهوری، حالا ایرانستان بگیم بهتر هست، آقای خامنه ای، این طرح دزدیده شد و من گفته بودم که هر هفته یک پیام حالا صوتی میگذارم که این در گروه های واتساپ، تلگرام و پخش میشه، که حالا دوستانی خواستار بودن که من در اینستاگرام و در فیسبوک هم این از ابر پارلمان ده هزار ایرانی بیرون داره پخش میشه و در جای دیگر هم خواهد آمد. از همین الان میخوام که این رو پخش بفرماین در فیسبوک، پوزش میخوام، بله خوب، در فیسبوک هم و در این کانال های گروه هایی که هست، به ویژه واتساپ و تلگرام، چون برای اون بیشتر بود. خب ببینید، این نامگذاری سال رو خب من پیشتر گفتم، چندین سال هست از رهبر جمهوری اسلامی خواستم که این رو، چون طرح من هست، تر دزدی هست، اینو شما نمیتونید به نام خودتون بیاید حالا به مردم عرضه کنید، اونم در روز نخست سال نو. در روز نخست سال نو من حالا کار ندارم، این که براستی هم خوش شگون نداره، شما در آغاز سال نو با دزدی کاری رو شد، ولی خب اون دیگه اون یه بحث دیگه است. من اینجا تنها دارم از این طرح خودم، حق خودم در واقع دفاع میکنم و همین، و میخوام که این کار رو انجام ندارم. منتها یه نکته رو من حالا همین گفتم، شهون نداره، اون سالی که آغاز کرد این دزدی رو در واقع، من خب پیشتر گفتم دیگه، داستانش رو نمیخوام اینجا توضیح بدم، وقت گرفته بشه، چون این برنامه ها گفتم وایس هایی هست که زیر 10 دقیقه است، در برای تلگرام و واتساپ اینا بیشتر هست. و نامگذاری سال در ویکی‌پدیا نوشته، عیناً من ویکی‌پدیا رو میخونم، نامگذاری سال، البته اونجا نوشته ایران که باید درست کنیم ایرانستان، به طور رسمی توسط سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، باز بایستی بگیم ایرانستان البته، و اولین بار در پیام نوروزی 1378 رخ داد. در اون سال رهبر جمهوری اسلامی عنوانی را برای اون سال انتخاب کرد و پس از اون این نامگذاری به شکل یک سنت همساله تکرار می‌کردند. و خب با این تر چی میگن؟ روها گفتن شاهدت که، گفت دوم من، دومش به گفته حداد عادل، فلسفه این کار فلان 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 فلان. خب من سال نمیخوام داستانشو بگم، بیشتر گفتم سال 77 اواخر بهمن یا اوایل اسفند نامه رو، یعنی این طرح رو پست کردم برای روزنامه های اون زمان که اصلاح طلب ها بود، در خیابان ولی عصر، خیابان ناهید. مفصل هم گفتن یه سال، سال دانش، سال اخلاق، سال قانون، از اینجور ایده، اونم فراغان عمومی باشن. خب این طرح دیدن که طرح جالبیه، خب در همین رسانه ها، رهبری، سپاه نفوذ داره دیگه، اطلاعات، این طرح دزدیدند. من با تعجب دیدم برای نخستین بار این طرح من چند ماه پس، یعنی چند هفته یا حدود یک ماه و اندی، در سال 78 رهبری در نوروز نام سال رو انتخاب کرد. عنوان طرح من این بود، سالی و نامی، بالای اون کاغذ اون مقاله نوشته بودم.
من پس از تعطیلات نوروزی رفتم تهران خیابان ناهید، گفتم من یه نامه ای رو فرستاده بودم، پست کرده بودم، این کجاست؟ دیدم با تعجب هیچ سرنخی از، یعنی پیش از اون که اصلا روی این کار کنن و حالا هرچی، سر از دفتر رهبری در آورد. شکل دیگرش رو شما خوب در جریان دیگه، اتاق امن یا اتاق زلزله رو یک فردی آقای سلیمی، من نام دقیقش فرزام یا فرزین، یه چنین نامی آقای به نام سلیمی بود، شهرداری تهران به آقای احمدی نژاد و اینها، اونا هم همین کار کردن. بعد تغییراتی دادند و پس از چند مدت به نام خودشون احمدی نژاد و یه استاد دانشگاهی رو خلاص اجاره کردن، مظلوم و اون وزیر پس از اون مهرابیان، که اکنون هم مهرابیان خوب پستایی رو داره. این کار جمهوری اسلامی است، دزدی، دروغ، خدعه. شما ببینید نام در ویکی‌پدیا میگن رهبر، رهبرانی داشتیم مانند گاندی در تاریخ. گاندی میگفت که دروغ رو حتی برای مصلحت جامعه هم نبایستی بگید. یک سیاستمدار دروغ رو حتی برای مصلحت جامعه. بنای جمهوری اسلامی، بنای وزارت اطلاعات، بنای سپاه، اون اولیتش، پریوریتیت، اون بارز، اون ویژگی بارزشون دقیقا همین دروغ و خدعه و درویی است. بدون این متلاشی میشن و رفتند. من اینجا خب در اینستاگرام و جای دیگه نوشتم یک سری لایف ها، این اون لایف ها نیست، این اون نظریه ها نیست. من منتها چون قول داده بودم که یک سری ویسی بذارم هر هفته یکی، این رو استثناءن به شکل حالا تصویر ویدیو یعنی لایف هم گذاشتم، من به پایان میبرم. منتها این توضیح بدم این چی هست. ما گفتیم یه طرحی رو با دوستان در انجمن مهندسان فلسفه خوانها نخبگان ایران، انجمن مفنا و کارگروه زندیات مریم میرزاخانی، خب گندم بسیار بسیار انرژی بر با ارزش هست، ما چرا دانه گندم رو بایستی سبز کنیم؟ کار آسان‌تری هست، این کاری هست که خودم انجام دادم. این دانه خربوزه هست، از دانه خربوزه، و این هم کوربیس به آلمانی یا کدو، بسیار هم سریع رشد میکنه، خیلی هم خوب همون کار گندم و جو اینا رو انجام میده. پس از اون هم میشود استفاده کرد، کاشت یا دانه مرکبات هم میشود. دوستان ما گروه هایی رو در اینستاگرام، در پوزش میخوام، واتساپ، در تلگرام گذاشتن، یه جایزه گیرم عنوان حالا ایدی نامشو بذاریم، 10,000,000 تومانی گذاشتن به خاطر قرعه، حالا گفتن این جان این کار رو انجام بدید. اکنون هم میشه، چون بسیار سریع این انجام خواهد شد. در اینترنت میتونید پیدا کنید با دانه های دوریختنی خربوزه، خربوزه رو میخرید، اینو دانشی میگیرید، همین کاری من انجام دادم، این کار شما میتونید انجام بدید. کار بسیار ارزشمندی هست و نیز ما امسال نامگذاری سالو داریم، سالها داریم انجام میدیم. امسال برای نخستین بار گرد همایی رو داریم در بن آلمان، دومین یکشنبه سال نو، روز طبیعت، روز بسیار خوبی است، یزه بدر که از روزهای با ارزش است. خوشبختانه همه شما میتونید در بیرون هستید اون روز رو بیایید. در بن آلمان نامگذاری سال در اونجا رونمایی خواهد شد. من از رهبری جمهوری اسلامی میخوام، رهبر ایرانستان، انجام ندهید سال 1300-402 با طرح دزدی من. من راضی نیستم دیگه، حقوقی، انسانی، قانونی، من نمیدونم به کدوم، به چی بگم، مردم رو دارم شاهد میگیرم. دوستان این رو پخش بفرمایید، این رو پخش بفرمایید در گروه های گوناگون، بگذارید دیگه بهانه نیاورن که نمیدانستیم و حالا چه و چه. ما سالها داریم اینو میگیم، امسال هم من هم به این شکل رو گفتم. بدرود تا من اون لایف هایی که قولش دادم در اینستاگرام، حالا در یک وقتی من اونها رو هم خواهم گفتم.